سلام خوش اومدید به کلاس درس امروز میخوایم با هم ببینیم که این کیسه هوایی که در اتومبیل ها استفاده میشه چقدر چیز مهمیه و مکانیزم کارش اصلا به چه شکل هست یعنی چطور کمک میکنه که آسیب کمتری به سرنشین های یک خودرو برسه و چرا کارخونه های خودروسازی باید و باید از این تکنولوژی های ایمنی استفاده بکنن برای سلامتی راننده و سرنشین ها؟ پس بیایید با هم یک سناریوی فرضی رو در نظر بگیریم فرض بکنید که شما دارید در یک جاده با سرعت V مساوی با 25 متر بر ثانیه حرکت میکنید و باز هم فرض بکنید که جرم سر شما مثلا هست دو کیلوگرم خب صرفا دارم یک سری عدد میگیرم که شما فقط مرتبه اثر کیسه هوا رو بتونید حس بکنید حالا این شمایی که دارید رانندگی میکنید ناگهان جلوتون یک کامیون میبینید و با تمام قدرت ترمز میکنید یا اینکه یک آبر پیاده داره عبور میکنه از خیابون که شما نمیخواید بهش برخورد بکنید و بنابراین ترمز میکنید اما به هر حال ناگهان ترمز میکنید تا ماشین متوقف بشه اتفاقی که اینجا میفته اینه که قبل از اینکه ماشین اصلا متوقف بشه سر شما حرکت میکنه و میره جلو و میخوره به فرمون اگر کیسه هوایی نباشه به دلیل اینکه ماشین داره متوقف میشه ولی اینرسی موجود در شما توقف رو دوست نداره در نتیجه سر شما جلوتر از ماشین دیگه حرکت میکنه اون چیزی که باعث آسیب رسیدن به سر شما میشه نیروی هست که از طرف فرمون یا حالا اینجا از طرف داشبورد به سر شما وارد میشه و اون میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه و حتی منجر به مرگ بشه حالا ما میخوایم این نیرو رو حساب بکنیم و میخوایم اون رو به کمک رابطه تکانه حساب بکنیم چون ما در ویدئوی قبل نشون دادیم که نیرویی که به یک جسم وارد میشه برابر هست با تغییر تکانش تقسیم بر زمانی که اون تغییر تکانه میده یعنی من اگر بدونم تکانه چقدر تغییر کرده و چقدر طول کشیده که تکانه تغییر بکنه میتونم نیرو رو حساب بکنم تکانه جرم من در حقیقت سر راننده در ابتدایی که ترمز نکرده هنوز برابر هست با 50 چون هست دو ضرب در 25 و, و واحد تکانه هم که هست واحد جرم ضرب در واحد سرعت یعنی کیلوگرم متر بر ثانیه پس P1 میشه 50 P2 چقدر هست یعنی وقتی که سر شما برخورد میکنه به فرمون پی چقدر هست صفر دیگه یعنی قرار هست که شما سرتون متوقف بشه دقت بکنید که اگر سر شما متوقف نشه یعنی بخوره به فرمون و برگرده اوضاع خیلی بدتر هم خواهد شد چون این پی یک عدد منفی خواهد بود چون دیگه سرعت این دفعه در جهت عکسه و بنابراین تغییر تکانه سر شما خیلی بزرگتر خواهد بود از مثلا 50 میرسه به منفی 20 مثلا بنابراین بهترین حالت اینه که اصلا فرض بکنیم سر شما متوقف میشه بنابراین تغییر تکانه شما یعنی دلتا پی مساوی هست با 50 کیلوگرم متر بر ثانیه این تغییر تکانه است حالا اگر کیسه هوایی وجود نداشته باشه در این صورت زمانی که برخورد سر با یک جسم سخت رخ میده خیلی کوتاهه چون فرمون یک جسم سخته و سر شما در بازه زمانی بسیار بسیار کوچیکی با اون برخورد خواهد داشت تا سرعتش صفر بشه و این از مرتبه هزارم ثانیه هست بیایید فرض بکنیم که هست دو هزارم ثانیه همین حدود یعنی از, از همین مرتبه هزارم ثانیه هست من فرض میکنم دو هزارم ثانیه بنابراین نیرویی که به سر شما وارد میشه بدون کیسه هوا برابر هست با پنجاه کیلوگرم متر بر ثانیه من دیگه واحد رو نمی نویسم تقسیم بر دو هزارم ثانیه که این مساوی میشه با 25 هزار نیوتن یعنی نیرویی که به سر شما بدون کیسه هوا وارد میشه هست 25 هزار نیوتن و این حالا واسه اینکه ببینید چقدر عدد بزرگیه بذارید بریم و با کیسه هواش رو هم حساب بکنیم برای اینکه با, با کیسه هواش رو حساب بکنیم من قبلش میخوام فیلم کیسه هوا رو برای شما پخش بکنم خب این الان شبیه سازی کیسه هوا هست این راننده ها دارن حرکت میکنن ناگهان ماشین متوقف میشه کیسه هوا باز میشه طی یک فرایند شیمیایی که ما با اون تکنولوژی اصلا کاری نداریم این نما خیلی جالب تر هست نگاه کنید کیسه هوا کاری که میکنه اینه که باعث میشه زمان برخورد افزایش پیدا بکنه یعنی یعنی این تغییر تکانه در زمان طولانی تری صورت میگیره البته من این ویدئو ها رو هم بگم از یکی از ویدئوهای شبیه سازی شرکت فورد بود که من از یوتیوب آورده بودم و بنابراین این زمان افزایش پیدا میکنه و در خیلی از موارد این زمان به حدود نیم ثانیه میرسه و فرض بکنید که ببخشید این تی هست یعنی تی میشه نیم ثانیه در این صورت با کیسه هوا نیرویی که به شما وارد میشه برابر هست با 50 کیلوگرم متر بر ثانیه من دوباره واحد رو نمی نویسم تقسیم بر نیم ثانیه که این مساوی میشه با 100 نیوتن و حالا میتونید اختلاف رو ببینید یعنی نیرویی که بدون کیسه هوا به سر شما وارد میشه 250 برابر نیرویی هست که با کیسه هوا به سر شما وارد میشه به این دلیل که کیسه هوا باعث میشه که تکانه شما تکانه سر شما در زمان طولانی تری تغییر بکنه یعنی کاری که کیسه هوا میکنه و مکانیزم کار فیزیکیش این هست که تکانه رو در زمان طولانی تری تغییر میده و بنابراین در حقیقت زمان برخورد رو طولانی تر میکنه و بنابراین نیروی کمتری به سر شما وارد خواهد شد که حالا از مرتبه چند صد برابر هست کاهش این نیرو که خیلی خیلی مهم هست برای سلامتی شما بنابراین طرفدار کیسه هوا باشید فعلا خداحافظ